غلام رضا نیکپی مسافر بعدی میدان توپخانه بود و یکی از سه شهرداری است که طولانی ترین دوران حضور در شهرداری را دارد. این زمان طولانی باعث شد تا دوران او شهرداری تهران که به کلان شهر تبدیل می شد به ثباتی نسبی برسد، ثباتی که البته با وجود گسترش افسار گسیخته تهران و بیشتر شدن مشکلات شهر دوام نیاورد. سرنوشت آخرین شهردار تهران در دوره پهلوی روایتی متفاوتی دارد که در این ویدیو به آن پرداخته ایم. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون تاریخ معماری ایران خوش آمدید. غلامرضا نیکپی در دوران پهلوی سمت‌های متعددی داشت: وزیر مسکن، سناتور انتصابی، معاون نخست وزیر و رئیس کاخ جوانان از جمله این سمت‌ها بودند، اما مهمترین و تأثیرگذارترین سمت او شهرداری تهران بود. نیکپی پس از سال 1348 تا سال 1356 شهردار تهران بود. دوران تصدی او به عنوان شهردار تهران دوران پرتغییری بود. ساخت اتوبان‌ها و پارک‌ها، تدوین طرح جامعه شهر تهران، طرح جامعه متروی تهران در سال 1350 و شروع به ساخت آن در سال 1356، اخذ عوارض شهری، اخذ عوارض از کامیون‌ها و اتوبوس‌های غیر کرایه‌ای و پلاک سفید، احداث پارکینگ، ایجاد کارخانه تبدیل زباله به کود، تأسیس آزمایشگاه مکانیک خاک و ایجاد سازمان عمران و نوسازی عباس آباد از دیگر کارهای نیکپی بود. این اقدامات به واسطه افزایش قیمت نفت در دهه‌های 40 و 50 ممکن می‌شد و مانند قالب مدرنیزیسیون‌های جهان سومی نوعی توسعه نامتوازن را با خود به همراه داشت. او همچنین در تیر ماه 1349 نخستین گورستان مکانیزه تهران یعنی بهشت زهرا را افتتاح کرد. ساخت برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، تکمیل تئاتر شهر، سامان بخشی به شهرک غرب، بنیان شهرک‌های اکباتان از دیگر کارهای نیکپی بود. اما حضور او در شهرداری تهران همزمان با دوره‌ای بود که سیل مهاجران از شهرها و روستاها به تهران چهره این شهر را دگرگون کرده بود. حرکت به سمت صنعتی و غربی شدن با مهاجرانی که برای پارو کردن پول از خاک تهران آمده بودند در تضاد و حلبی آباد تهران درست در همین زمان بود که مانند یک سال که بعد شکل روی صورت شهر نقش انداخت. یکی از اقدامات نیکپی تخریب آلونک ها بود که با مقاومت مردم بیچیز و فقیر مواجه می شد که با دستور شهرداری بی سکنا می شدند. در جریان تخریب مردم بدن و جان خودشان را سپر می کردند تا آلونک محقرشان تخریب نشود، اما ماموران شهرداری دستور داشتند به هر قیمتی تخریب کنند. در جریان تخریب 120 آلونک در زمان تصدی نیکپی چند نفر در اثر مقاومت در برابر ماموران شهرداری جان باختند و این بدنامی بسیاری برای شهردار بود. این اقدام به ویژه در کنار ایجاد خانه‌های سازمانی و آپارتمان‌سازی برای کارمندان شهرداری برجسته می‌شد و نشان از رویکرد تعویض‌آمیز شهرداری به طبقات مختلف داشت. پس از انقلاب نیکپی که در زندان به سر می‌برد با آشفته شدن اوضاع فرار کرد. او پس از مدتی دستگیر و محاکمه شد. دادگاه انقلاب جرایم متعددی را برای وی برشمرد و همین ماجرای تخریب آلونک ها از دیگر مطالب برجسته تر شد و نهایتاً دادگاه حکم اعدام وی را صادر کرد و نیکپی در 22 فروردین 1358 تیرباران شد. شهرداری تهران البته پیش از انقلاب به عنوان شهرداری پایتخت شناخته می شد و نیکپی مانند هویدا در گرم و گرم انقلاب و با هدف معرفی به عنوان عامل اعتراضات مردمی دستگیر شده بود و با پیروزی انقلاب و همچون داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی توانست فرار کند، اما پس از چندی دستگیر شد. حالا که همایون جان به در برد و بعد هم از کشور خارج شد. دادگاه شهردار تهران در سالهای 48 تا
تا 58 از بقیه طولانی تر بود و جداگانه برگزار شد، هرچند که حکم نهایی به امضای شیخ صادق خلخالی به عنوان قاضی دادگاه های انقلاب رسید. محاکمه نیکپی و گفتگوهای او با رئیس دادگاه اما بسیار جالب است. دادگاه او را به کلاهبرداری، خیانت و غارتگری متهم می کند. به او گفته می شود مگر در جریان تخریب 120 آلونک یک نفر کشته نشد؟ نیکپی پاسخ می دهد آلونک ها به دستور دولت تخریب شد و آن یک نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد. رئیس دادگاه به او می گوید پیشنهاد اختصاص یک خط از حاشیه خیابان ها برای اتوبوس ها پیشنهاد شرکت خارجی نبود؟ نیکپی پاسخ می دهد پیشنهاد خوبی بود و پذیرفتیم. دادگاه می گوید هر پیشنهاد خارجی خوب است؟ اتهام دیگر غلامرضا نیکپی ترافیک بود و او درباره این می گوید ترافیک دست شهربانی بود و یک سال و سه ماه آخر شهرداری تحویل گرفت. این یادآوری هم ضروریت دارد که نیکپی در واقع به عنوان سناتور انتصابی محاکمه می شد، اما اتهامات را درون کارنامه 8 سال شهرداری تهران می یافتند. در آن دوران سناتورها به عنوان منصوبان مستقیم شاه شناخته می شدند و عذرشان پذیرفته نبود که خود را تنها مجری عوامل معرفی می کردند. از این رو سناتور بودن خود جرم کمی به حساب نمی آمد، مگر آنکه شخصیت فرهنگی شخص چنان می که بر وجه سیاسیش می چربید، مانند دکتر پرویز خانلری که هرچند وزیر دولت اسدالله علم در 15 خرداد و سناتور بود، اما به سبب صیت ادبی و اشتهار فرهنگی و سلامت مالی بازداشت او بیش از 100 روز به طول نینجامید. به عبارت دیگر سناتورها مسئول همه قوانین و تصمیمات شناخته می شدند. نیکپی در 22 فروردین 58 بعد از پیروزی انقلاب به جرم همکاری با حکومت پهلوی و حل نکردن مشکل ترافیک تهران و اخذ مال غیر اعدام شد. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. ممنونم از نگاهتون.